فقط خبرها. توصیه کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا به دولت بوریس جانسون بررسی امکان تروریست دانستن سپاه پاسداران و جایگزینی بلند مدت برای برجام. تأکید رئیس شورای مصالحه افغانستان بر از سرگیری مذاکرات صلح در موعد مقرر. عبدالله عبدالله میگوید اختلاف با طالبان بر سر محل نشست نباید مانع گفتگو شود. تشدید محدودیت‌ها برای کنترل کرونا در آستانه کریسمس. بعضی از کشورهای اروپایی قرنطینه سراسری برقرار کردند. و 2020 از بدترین سال‌های تاریخ معاصر. یک سازمان امداد می‌گوید صدها میلیون نیازمند محتاج‌تر شدند. سلام و عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. کمیته امور خارجی پارلمان بریتانیا امروز با انتشار گزارشی به دولت این کشور توصیه کرده با هدف طبقه‌بندی سپاه پاسداران در دسته گروه‌های تروریستی اطلاعات مربوط به این سازمان را بررسی کند. این کمیته میگوید گزارش اخیر را با هدف بررسی فعالیت‌های ایران و اثراتش بر منطقه و جهان تهیه کرده. این گزارش همچنین برجام را پوسته‌ای از یک توافق توصیف کرده و خواسته بریتانیا در بلند مدت به دنبال جایگزینی برای آن باشد. جزئیات و نحوه تنظیم این گزارش را از همکارم کیوان حسینی پرسیدم. با این هدف تنظیم شده که توصیه‌هایی را به دولت بریتانیا ارائه بکنه در ارتباط با رابطه این کشور با جمهوری اسلامی ایران در دراز مدت و همچنین رسیدن به وضعیتی که از نظر نویسندگان گزارش وضعیت باثباتی در منطقه توصیف شده. 4 توصیه مهم در گزارش ذکر شده و مهمترینش همون هستش که در ابتدا بهش اشاره کردی، در ارتباط با فعالیت‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این بخش از گزارش توصیه شده به دولت که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های سپاه پاسداران بررسی بشه با این هدف که سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی دولت بریتانیا اضافه بشه، و تاکید شده که بر اساس بررسی‌هایی که در پارلمان انجام شده در این کمیته مشخص، اونها به این نتیجه رسیدن که فعالیت‌های سپاه پاسداران در چارچوب قانون مبارزه با تروریسمی هست که در سال 2000 میلادی در پارلمان بریتانیا تصویب شده، و همچنین اومده که اگر سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی دولت بریتانیا اضافه بشه، دنبال روی منطقی هست از تصمیمی که پیشتر ایالات متحده آمریکا هم گرفته. بخش دومش مربوط به توافق برجام هست و اونجا هم برخوردی که با برجام داره این گزارش به شکلی هست که گویی دیگه شانسی وجود نداره برای اینکه برجام در دراز مدت بتونه به کار خودش ادامه بده. تاکید شده که قصد و نیت برجام قصد و نیت درستی بوده، ولی بر روی بنیان‌های بسیار سستی پایه‌گذاری شده و به همین جهت دولت بریتانیا باید خیلی سریع چارچوب دقیقی رو برای جایگزین برجام در دراز مدت آماده بکنه و در جریان تقویت برجام هم نقش محوری و رهبری رو به عهده بگیره. در بخش سوم گزارش به مسئله بازداشت شهروندان خارجی در ایران اشاره شده و گفته شده که دولت بریتانیا باید این رو به عنوان گروگانگیری دولتی به رسمیت بشناسه و خیلی شدید تر باهاش برخورد بکنه، و انتقاد شده و گفته سیاست‌های دولت بریتانیا تا اینجا هیچ کدومش در واقع کارآمد نبوده. و چهارمین بخش این گزارش و توصیه‌ای که به دولت بریتانیا و وزارت خارجه این کشور می‌کنه مربوط به مسئله وضعیت حقوق بشر در ایران هست. در این بخش از گزارش اومده که ملت ایران بزرگترین قربانیان اقدامات جمهوری اسلامی ایران هستند و نظام سیاسی حاکم بر ایران با خشونت بسیاری با شهروندانش برخورد می‌کنه و اونها را از حقوق بسیاری محروم کرده، و همین دلیل از دولت بریتانیا خواسته شده که در این زمینه اقدامات موثرتری انجام بده و همچنان در همکاری با دیگر شرکای دولت بریتانیا در سطح جهانی تلاش بکنه که به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاره تا به موارد حقوق بشری رسیدگی بکنه و حقوق ملت ایران رو در چارچوب موازین جهانی و حقوق بشر به رسمیت بشناسه. کیوان حسینی بود. اما این توصیه کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا به دولت این کشور برای پیدا کردن جایگزینی دراز مدت برای برجام هنگامی مطرح شده که امروز ایران و طرفهای باقی مونده در آن در جلسه مجازی چگونگی حفظ این توافق رو بررسی کردند. آلمان هم
قبلا گفته بود به توافقی فراتر از برجام نیاز است. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته تلاش خواهد کرد که آمریکا به این توافق بازگردد، اما معلوم نیست که چنین چیزی در شرایطی که ایران هم به همه مفاد آن پایبند نبوده چقدر عملی باشد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. دیروز در اسرائیل آزمایش سیستم موشکی تازه‌ای که اسرائیل به کمک آمریکا ساخته، موشکی برای مقابله با موشک. سیستم دفاعی تازه اسرائیل برای مقابله با موشک‌های نظیر شهاب 3 از سوی ایران. شرایط در منطقه نگران کننده است. برنامه موشکی ایران هم یکی از منابع نگرانی. این مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که به دولت آینده، دولت جو بایدن، هشدار می‌دهد که تحریم‌ها علیه ایران را تا تغییر رفتار ایران حفظ کند. حفظ تحریم‌ها برای مقابله با فعالیت‌های مضر ایران در منطقه بسیار مهمه و نباید کنار گذاشته بشه تا وقتی که با ایران به توافقی برسیم برای حل مسئله تهدیدهای نظامیش و رفتار بی‌ثبات کنندش در منطقه. طرف‌های باقی مانده در توافق هسته‌ای امروز در جلسه کمیسیون مشترک این توافق چگونگی حفظ برجام را بررسی کردند. در میان نگرانی‌ها از اینکه ایران با رها کردن تعهداتش فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را تشدید کرده، جلسه امروز به صورت مجازی برگزار شد. اونی که بناس و اعلام شده در نطنز اجرا بشه و اون نصب سانتریفیوژهای مدرن جدید IR2M هست، این چیز جدید نیست که حالا یه دی از اروپایی‌ها پا شدند نوح و عذاب پا کردند و سینه زنی میکنن. جای سینه زنی نیست. آقای روحانی این رو هم امروز گفت، سخنانی که امیدها رو به حفظ توافق هسته‌ای کاهش میداد. اون روز یکی دو نوع سانتریفیوژ داشتیم، IR1 داشتیم، حالا IR2 هم یه مقداری، IR4 هم اولیه کارش بود. امروز بله فرق کردیم، ما امروز IR8 داریم، IR6 داریم، ما شرایط ما فرق کرده، امروز توانمندتر از همیشه هستیم. You're set to inherit a very complicated situation with Iran. از سوی دیگر رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته است که مصوبه جدید مجلس ایران که دولت را موظف به تشدید حتی بیشتر فعالیت‌های هسته‌ای می‌کند، برگشت آمریکا را به توافق هسته‌ای ممکن است دشوارتر کند. حالا در اروپا این نظر قوت گرفته که برجام دیگر شاید کافی نیست، به خصوص با توجه به تهدیدهای موشکی ایران در منطقه. خیلی نیروها در غرب و در منطقه فکر میکنن اگر فرصتی هست تعذیر و نفوذ ایران از منطقه بیرون براندن، این فرصت الان می باشد و الان باید از این فرصت را غنیمت بشمرد. برگ بر اسرائیل. مصوبه اخیر مجلس ممکن است کار را برای برگشت آمریکا به توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم ها دشوارتر کرده باشد. کسرا نجی، بی بی سی. مشابه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس به ما پیوسته. آقای نجفی، شما شرایط رو چگونه می‌بینید با توجه به این گزارش کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا؟ آیا آمریکا و اروپا فکر می‌کنید در یک جبهه قرار خواهند گرفت برای بازگشت به برجام؟ اصولاً اتخاذ مواضع از طرف کشورهای اروپایی که من یه نوع انسجام هم درونشون می‌بینم، یک نوع نشانه ای هست از بازگشت امید به کشور، به سمت کمپ اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی که سعی میکنن به نوع حوزه نفوذشون در پرونده های بین‌المللی افزایش بدن. به اعتقاد من زمان ترامپ کشورهای اروپایی به حاشیه رفته بودن و بازگشت بایدن یه نشونه خوبیه برای این کشورها، برای احیای دیپلماسی، رگه های از دیپلماسی که یکم مصداقاش هم
میتونه برجام باشه. من فکر کنم اظهار نظرهای کشورهای اروپایی که قبلا مقامات فرانسه بیان کرده بودن، توسط مقامات آلمان هم بیان شده بود، امروز ما گزارش کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا رو میبینیم، همه در راستای این احیای امیده، یعنی احیای امیدی که میتواند اتحادیه اروپا و آمریکا رو در یک جبهه قرار بده و به نوعی همگرایی بدون دون متحد سابق رو افزایش بده. من این حرف ها و این اظهار نظرها رو بیشتر از هر چیز نشانه احیای اون رگه های دیپلماسی ارزیابی میکنم. ولی به گوش تهران این مسائل چندان خوش نیامده، یعنی اینکه اروپایی ها صحبت از این میکنن که برجام تبدیل به یه پوسته ای شده و عملا باید فراتر از اون رفت، از جمله اینکه سفیر ایران در بریتانیا امروز این گزارش کمیته روابط خارجی رو محکوم کرد. فکر میکنید واقعا تهران موافق هست با اون چه که داره اتفاق میفته؟ این بحث موافقت یا مخالفت تهران نیست، بحث اینه که اصل دیپلماسی همینه، یعنی موقعی که امکان گفتگو فراهم میشه طرفین مذاکره سعی میکنن برگ امتیازهای خودشون رو کنن. من فکر کنم کشورهای اروپایی علاقمندن، یعنی امیدوارم با اتحادی که با آمریکا خواهند داشت به نوعی علاوه بر موضوع هسته‌ای چند موضوع دیگه رو در دستور کار قرار بدن که به اعتقاد من مهمترینشون بعد از هسته‌ای بحث توان موشکی ایران هستش، نفوذ منطقه‌ای هستش و در حاشیه هم بحث حقوق بشر هم مطرح میشه. و من فکر کنم این دلیل راستا با توجه به اینکه طرفین امیدوار هستن به آغاز گفتگوها، دارن به نوعی ابزارهای خودشون رو رونمایی میکنن. پس شما در ایران آیا میبینید چنین تمایلی وجود داشته باشه که بحث بر سر این مسائل هم مطرح بشه، به خصوص با صحبتهایی که امروز مثلا از آیت الله خامنه ای میشنوید؟ به اعتقاد من باید اینا رو توی توازن قوا دید. من فکر کنم در کل جمهوری اسلامی بحث در مورد این موضوعات رو آغاز خواهد کرد، منتها اختلاف جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی و احتمالاً آمریکا که هنوز موضعش در این مورد خیلی صریح نیست اینه که مثلا مذاکرات موشکی و نفوذ منطقه‌ای به برجام ارتباطی نداره و باید اینا به صورت مجزا پیگیری بشه، ولی اینکه جمهوری اسلامی بخواهد این مواد رو وارد ماه برجام بکنه من بعید میدونم تن به این حرکت بده، اما میتواند به موازات مذاکرات برای احیای برجام در مورد مسائل منطقه‌ایش هم گفتگو بکنه. من فکر کنم در کلیت مقامات نظام یک نشانه های مثبت مبنی بر گفتگو هستش، منتها این گفتگوها خیلی به صورت مقطعی و به صورت نقطه‌ای و موردی میخواد پیش بره، یعنی این دیدگاه آقای خامنه‌ایه که از مذاکرات فراگیر برای حل همه مسائل خیلی علاقه نداره، بیشتر سعی میکنه موضوعاتی رو در دستور کار مذاکره قرار بده که موردی و نقطه‌ای باشه، به معنایی که مثلا در مورد برجام فقط در مورد توان هسته‌ای گفتگو کنیم. و من فکر کنم فشار ایالات متحده اتحادیه اروپا برای آغاز گفتگوهای موشکی و گفتگوها در مورد نفوذ منطقه بیشتر خواهد شد، چون احساسم اینه که با توجه به شرایطی که به وجود اومده از طرف کمپ اروپا و آمریکا سعی میکنن از تحریم‌ها به عنوان ابزار مذاکره استفاده کنن، از اون طرف هم جمهوری اسلامی همچنان بر کاهش تعهدات برجامش تکیه خواهد کرد. نجفی یک سوال اگر کوتاه جواب بدید، بنابراین با توجه به اینهایی که شما گفتید نمیشه امیدی داشت که مثلا در آینده نزدیک پیشرفتی شکل بگیره؟ ببین من اون موقع که آقای بایدن هم پیروز شد از خوشبینی محتاطانه صحبت کنم، به نظر من امید به بازگشت به برجام هست ولی در کوتاه مدت نیست. من فکر کنم مذاکرات یه مقداری طول بکشد، یعنی یک، ولی در نهایت به اعتقاد من به توافق خواهند رسید در مورد بازگشت به برجام، اما این روند مشکلاتی خواهد داشت که هم به سیاست داخلی ایران مربوط میشه، هم به احتمالاً به موانع دولت بایدن و هم احتمالاً به بلوک اسرائیل و عربستان سعودی و اون موانعی که ایجاد خواهند کرد اونم مرتبط هستش. ممنونم از شما آقای نجفی. مشتبه نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
در ایران علی ربیعی سخنگوی دولت گفته تصمیمات مهمی در خصوص اصلاح الگوی مصرف گرفته شده که بر اساس آنها مصرف برق و گاز و آب خانوارهای کم مصرف و کم درآمد رایگان می شود. او گفته این تصمیم شامل حدود 30 میلیون نفر می شود و بخشی از هزینه های اجتناب ناپذیر آنها را کاهش می دهد. وزیر امور خارجه کانادا گفته فکر نمی کند که سرنگونی هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران در آسمان تهران خطای انسانی بوده باشد. فرانسوا شامپین در مصاحبه با شبکه CBC کانادا گفته باید اجازه دهیم روند تحقیقات پیش رود، ولی ما شاهد شلیک موشک‌هایی به سمت این هواپیما بودیم که سوالات زیادی ایجاد کرده. و همچنین گفته کانادا در حال جمع‌آوری همه اطلاعات امنیتی لازم برای ارزیابی مستقل درباره این حادثه است. در آن حادثه که حدود یک سال پیش رخ داد، همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند که بسیاری از آنها تبعه یا مقیم کانادا بودند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته اختلاف بر سر محل مذاکرات صلح نباید مانع از سرگیری این گفتگوها شود. عبدالله عبدالله که امروز با هیئت مذاکره کننده در کابل دیدار داشت گفت امیدوار است مذاکرات در تاریخ تعیین شده، یعنی 5 ژانویه، یعنی 20 روز دیگر شروع شود. همزمان هیئت طالبان با استفاده از وقفه 3 هفته‌ای برای دیدار با نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به اسلام آباد رفته. خبرنگار ما نسرین نوا از کابل گزارش میده. همگیتان خوش آمدید میگیم از صمیم قلب. استقبال رئیس شورای مصالحه از هیئتی که مأموریتشان صلح افغانستان است. پس از 3 ماه گفتگو با طالبان در قطر به کابل بازگشتند تا دولت را در جریان آنچه گذشت بگذارند. در مهلتی 3 هفته‌ای. هرچند وقفه پس از توافق بر سر اصول مذاکرات به تفاهم هر دو طرف شروع شده، اما نگرانی از اینکه این مهلت منجر به پایان ادامه مذاکرات شود در کلمات دولت موج می‌زند، خصوصا به دلیل محل از سرگیری مذاکرات. طبعا ترجیح ما ایست که اگر مذاکره بین خود افغان‌ها در کشور ما باید صورت می‌گرفت صورت بگیرد، اما چون این به توافق هر دو طرف مربوط است رویش بس میکنیم و محل مذاکره نباید مانع شروع مذاکره شود. مکان برگزاری دور بعدی گفتگوهای صلح هنوز به طور رسمی اعلام نشده، اما دولت اصرار دارد که گفتگوها در داخل کشور از سر گرفته شود، هرچند نه به قیمت تأخیر. پیش از این زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز تاکید کرده بود هیچ تأخیری در اثرگیری مذاکرات قابل توجیه نیست. سلام علیکم، ستوری مسی سهر بخیر. هر دو طرف مذاکرات 4 روز قبل گفتگوها در قطر را متوقف کردند و برای مشوره با رهبرانشان راهی افغانستان و پاکستان شدند. حالا هیئت افغانستان در کابل و هیئت طالبان در اسلام آباد به سر می‌برد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در توییترش نوشته این دیدارها بخشی از سیاست‌های اسلام آباد برای برقراری ارتباط با طرف‌های اصلی افغان در مذاکرات صلح دوحه است. دولت افغانستان هم برخلاف گذشته از این سفر استقبال کرده و دیدار هیئت طالبان از اسلام آباد را در مشوره با دولت افغانستان و در نتیجه سفر 1 ماه پیش عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل خوانده. وحید عمر مشاور رئیس جمهوری اما گفته حالا که هر دو طرف به خانه هایشان برگشتن مذاکرات را در قندهار از سر بگیریم. ما از کابل و شما از اسلام آباد. اختلاف بر سر محل برگزاری مذاکرات گمانه‌هایی از نارضایتی دولت از روند جاری گفتگوها را به میان آورده. طالبان هنوز در این مورد حرفی نزده. برای شروع دور تازه مذاکرات آلمان، ناروی و ازبکستان از گزینه‌های احتمالی هستند. نسرین نوا، BBC، کابل. با هم نگاهی به سرخط خبرهای مهم روز بندازیم. کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا از دولت این کشور خواست امکان تروریست دانستن سپاه پاسداران و جایگزینی بلند مدت برای برجام را بررسی کند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که اختلاف با طالبان بر سر محل مذاکرات نباید مانع از سرگیری گفتگو در موعد مقرر شود. در ادامه این برنامه، افزایش لشکر نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه به خاطر جنگ و کرونا.
اروپا در حالی برای کریسمس و جشن سال نو آماده می شود که بسیاری از کشورها محدودیت ها را برای کنترل شیوع کرونا شدیدتر کردند. در سراسر آلمان کسب و کارهای غیر ضروری از امروز به مدت بیش از 3 هفته تعطیل شدند. هلند هم قرنطینه سراسری 5 هفته‌ای را آغاز کرده. در فرانسه اما مقررات منع آمد و شد شبانه وضع شده. همزمان بالاترین مقام اتحادیه اروپا گفته واکسن کرونا تا هفته دیگه تایید و واکسیناسیون سراسری فوراً در همه کشورهای عضو آغاز میشه. باران عباسی گزارش میده. خیابان‌های برلین بار دیگر خالی از جمعیت. چهره‌ای آشنا در بسیاری از شهرهای اروپا. در سالی که کرونا دنیا را دگرگون کرد، کریسمس هم مثل سال‌های پیش نخواهد بود. تعطیلی سراسری به آلمان بازگشته. اعمال شدیدترین محدودیت‌ها از زمان آغاز شیوع کرونا. کسب و کارهای غیر ضروری، مدرسه ها و بازارهای کریسمس همه تعطیل. دست کم تا 10 روز بعد از سال نو میلادی. در کشوری که مدیریت موج اول کرونا تحسین جهان را برانگیخت، تنها در شبانه روز گذشته بیش از 950 نفر جان باختند. بیمارستان ها در آماده باش برای شروع واکسیناسیون سراسری. با اینکه واکسن فایزر با همکاری شرکت آلمانی بایونتک ساخته شده، آلمان به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا باید منتظر تایید نهایی این واکسن از سوی آژانس داروی اروپا باشد. مجوزی که به گفته بالاترین مقام اتحادیه تا هفته بعد صادر می شود. بالاخره ظرف یک هفته اولین واکسن تایید میشه تا واکسیناسیون فوراً آغاز بشه و در سال جدید این کار ادامه پیدا میکنه. ما به اندازه کافی واکسن خریده ایم که بتونیم همه رو در اروپا واکسینه کنیم و همسایگان و شرکایمان را هم حمایت کنیم. واکسیناسیون اما چند روزی است که در بریتانیا آغاز شده. دولت میگوید حدود 140 هزار نفر تا امروز ایمن سازی شدند. با این حال تا واکسینه کردن کل جمعیت راه درازی باقی مانده و بالا رفتن شمار مبتلایان در روزهای گذشته باعث تعطیلی های بیشتر شده. 60% جمعیت انگلستان از امروز در سطح سوم محدودیت ها قرار گرفتند. در فرانسه مقررات منع آمد و شد از 8 شب تا 6 صبح. خروج از خانه در این ساعات نیازمند مجوز است. و اعتراض 100 نفر از کارکنان بخش فرهنگ و سرگرمی. بازیگران و کارگردانان، نوازندگان و کارکنان موزه ها. در پی تصمیم ناگهانی دولت برای تعطیل نگه داشتن این بخش دست کم تا اوایل ژانویه. تصمیمی که به گفته این معترضان آخرین میخ بر تابوت صنعت سرگرمی خواهد بود. از دست رفتن فرصت شغلی برای بسیاری. اما فرصتی برای بازسازی کاخ باشکوه ورسای و این امید که تا تابستان دیگر با چهره نو میزبان گردشگران باشد. باران عباسی، بی بی سی. در ایران رئیس سازمان هواپیمایی کشوری میگوید مشکلی برای جابجایی واکسن فایزر بایونتک وجود ندارد. پیشتر رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفته بود به دلیل نداشتن امکانات و سیستم حمل و نقل مناسب ایران نمیتواند این واکسن را وارد کند و به همین دلیل از دریافت آن انصراف داده. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 16 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند و پس از آزمایش 2400 نمونه مشکوک 230 بیمار جدید شناسایی شدند. به گفته کارشناسان شمار واقعی مبتلایان و جان باختگان به مراتب بیشتر از آمار رسمی است، مخصوصا به این دلیل که بسیاری از مبتلایان آزمایش نمی شوند. وزارت صحت حدود 40 روز پیش اعلام کرد که موج دوم کرونا در افغانستان شروع شده و زمستان سختی پیش رو خواهد بود. یک سازمان امداد که در خط مقدم کمک به مردمان کشورهای آسیب دیده از جنگ، گرسنگی، کرونا و تغییرات اقلیمی است میگوید سال 2020 میلادی یکی از بدترین سالهای معاصر برای بشریت بوده. صدها میلیون نفر که تا پیش از این نیازمند کمک‌های فوری بودند، حالا به خاطر کرونا و یکتازی جنگ سالاران و سوداگران اوضاع به مراتب بدتری دارند. مشکل فقط با پول بیشتر حل نمی‌شود، بلکه نیازمند اراده و راهبردهای بهتر هم هست. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.
سال 2020 به عنوان یکی از متلاطم‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ثبت می‌شود. ولی سال 2021 تعیین می‌کند که آیا ما در کمک به نیازمندان و زخم خوردگان کمر همت بستیم یا با آنها پشت کردیم. این جمله قصاری است که یک سازمان امداد به نام کمیته جهانی نجات در بیانیه خود آورده. این کمیته میگوید دنیا عمدتاً به صدها میلیون نیازمند پشت کرده و این باعث شده دولت‌ها، دیکتاتورها، ژنرال‌ها و جنگسالاران با خیالی آسوده و فارغ از ترس پاسخگویی به جنایت‌های خود ادامه دهند. نام 20 کشور در این بیانیه آمده که روی هم 10% جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهند ولی کانون 85% جنگ و درگیری در دنیا هستند. یمن، افغانستان، کنگو، سوریه، ونزوئلا، موزامبیک، سومالی و سودان تعدادی از این کشورها هستند که علاوه بر جنگ و کشت و کشتار حالا با دو هیولای کرونا و بحران تغییرات اقلیمی هم دست به گریبانند. در این کشورها 70% آسیب دیده ها زنان و کودکان هستند. کمیته جهانی نجات میگوید سال آینده از این هم بدتر خواهد شد. راه حل چیست؟ اول از همه پیگیری و مجازات متخلفان، دوم حذف موانعی که ارسال کمک‌های بشردوستانه را مشکل کرده و سوم کمک‌های مالی بیشتر به افراد و گروه‌هایی که در صف مقدم کمک هستند. این وضعیت کشورهایی است که تا پیش از این در شرایط دشواری بودند و حالا اوضاعشان بدتر شده. اما تصویر بزرگتر و وجه دیگر ماجرا امیدوارکننده است. گزارش یک مؤسسه تحقیقاتی دیگر نشان می‌دهد که چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور دنیا بیش از 700 میلیون چینی را در 40 سال گذشته از فقر بیرون کشیده و حالا می‌رود تا فقر مطلق را تا پایان امسال در این کشور ریشه‌کن کند. چین در شرف حذف کامل فقر مطلق تا آخر امسال است و این چین را اولین کشور رو به توسعه دنیا می‌کند که هدف فقر زدایی را جامع عمل پوشانده. چنین دستاورد بزرگ یک معجزه در تاریخ بشریت است. حالا با مکنزی سکات آشنا شوید، همسر سابق مدیر و مؤسس شرکت آمازون که ثروتمندترین مرد دنیاست. مکنزی سکات امروز خبر داد که بعد از طلاق سال گذشته از همسرش تنها در 4 ماه گذشته 4 میلیارد دلار به محرومان و گرسنگان در آمریکا کمک کرد. پولی که از طریق صدها خیریه به نیازمندان آمریکایی داده شد. 4 میلیارد دلار کمک به اقشار محروم در یک کشور صنعتی ارزش اخلاقی فراوان دارد. اما رقم 4 میلیارد دلار نزدیک به 6 برابر بودجه سالانه کمیته نجات جهانی است که کارش کمک به فراموش شده ترین بخت برگشته های دنیاست. سیاوش اردلان، بی بی سی. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که بی بی سی فارسی را انتخاب کردید.